به ادامه خبرها توجه فرمایید. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران درباره اعتراضات و دستگیری‌های روز جهانی کارگر اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است رژیم آخوندی در وحشت از تظاهرات و اعتراضات کارگری در روز جهانی کارگر شمار زیادی از کارگران را دستگیر کرد. اطلاعات آخوندی در روزهای پیش از این نیز تعدادی از کارگران را احضار کرده و به آنها نسبت به انجام هر گونه اقدام اعتراضی یا شرکت در تظاهرات اخطار داده بود. صبح روز پنجشنبه 11 اردیبهشت اول ماه مه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی که به مناسبت روز کارگر در میدان آزادی تهران دست به تجمع زده بودند مورد حمله نیروهای سرکوبگر رژیم قرار گرفتند و 23 تن از آنان با ضرب و شد و ناسزا با یک خودروی قفسی نیروی انتظامی به زندان اوین منتقل شدند. ابراهیم مددی، سعیدی، وحیدی و نعمتی در میان بازداشت شدگان هستند. رژیم آخوندی همچنین با استقرار فشرده نیروهای سرکوبگر در مقابل وزارت کار تلاش کرد از تجمع کارگران جلوگیری کند، ولی به رغم این اقدامات سرکوبگرانه حدود 1000 کارگر خود را به وزارت کار رساندند، اما از تجمع آنها جلوگیری شد و شماری از کارگران در همین محل توسط نیروهای سرکوبگر بازداشت شدند. ماموران اطلاعاتی 3 نفر از فعالان کارگری به نامهای پروین محمدی، جعفر عظیمزاده و جمیل محمدی را بازداشت کردند. پشتیبان رژیم آخوندی ظرف 11 روز 34 نفر را در شهرهای کرج، کرمانشاه، مشهد، زاهدان، زابل و سمنان اعدام کردند. دست کم 5 تن از اعدام شدگان در سنین 20 تا 23 سال بودند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت با صدور اطلاعیه اعلام کرد رژیم ضد بشری آخوندی در روز پنجشنبه 11 اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر 3 زندانی را در زندان بندرعباس به دار آویخت. در کرج طی روزهای اول و دوم اردیبهشت ماه 11 زندانی در 2 اعدام جمعی در زندانهای قزلحصار و گوهردشت اعدام شدند. در کرمانشاه در روز 7 اردیبهشت دست کم 7 زندانی در زندان دیزل‌آباد اعدام شدند. 2 تن از اعدام شدگان فریبرز سیابانی و فتاحی نام داشتند. در مشهد طی روزهای اول 8 و 9 اردیبهشت 6 زندانی اعدام شدند. یکی از آنها یک جوان 20 ساله بود. در زاهدان در روزهای 2 و 4 اردیبهشت 3 زندانی در زندان مرکزی این شهر اعدام شدند. در روز 6 اردیبهشت 3 زندانی سیاسی از هموطنان اهل سنت بلوچ که بین 20 تا 23 سال داشتند در ملأ عام در شهر زابل به دار آویخته شدند. در سمنان نیز در روز 6 اردیبهشت 1 زندانی در ملأ عام به دار آویخته شد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت در این اطلاعیه با یادآوری شمار اعدام‌ها در شهرهای کرمانشاه، مشهد، زاهدان و سمنان و بندرعباس طی روزهای گذشته خاطرنشان کرد به دار آویختن زندانیان در کوچه و خیابان‌ها و زندان‌های شهرهای مختلف کشور به خصوص در مناطقی چون سیستان و بلوچستان نشانگر ترس رژیم پا به گور آخوندی از خیزش عمومی به ویژه در مناطق محروم است که به طور مضاعف از ستم و سرکوب و چپاول و تبعیض در رژیم آخوندی رنج می‌برند. این اعدام‌ها که در زمان روحانی ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته رسواگر توهم اعتدال در فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران است که تشدید سرکوب و خفقان را لازمه بقای خود می‌داند. به ادامه خبرها توجه فرمایید. زندانی سیاسی علی معزی پدر 2 مجاهد اشرفی در همبستگی با زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین دست به اعتصاب قضا زد. وی طی پیام کوتاهی نوشت این جانب علی معزی از روز پنجشنبه 11 اردیبهشت با زندانیان سیاسی که در سلولهای انفرادی اوین اعتصاب قضا کردند و همراه با خواسته‌های به حق زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج دست به اعتصاب قضا می‌زنم و تا بازگرداندن زندانیان سیاسی از سلول‌های انفرادی به اعتصاب قضای خود ادامه خواهم داد.
زندانی سیاسی غلامرضا خسروی طی پیامی از زندان اوین نوشته است: به همه دوستان و آزادی خواهان سلام برسانید و بگویید ما همچنان محکم و استوار ایستاده ایم و قدردان حمایت های شما هستیم. وی علی‌رغم اعمال شکنجه های دشخیمان بر بدن نحیف و لاغرش، کماکان بدون هیچ گونه رسیدگی پزشکی در بند 350 زندان اوین به سر میبرد و تمام بدنش در اثر حمله دشخیمان در روز پنجشنبه 28 فروردین به بند 350 زندان اوین کبود و دارای دردهای شدید است. کارگران جوان در سنندج روز پنجشنبه 11 اردیبهشت به مناسبت روز جهانی کارگر در خیابان‌های این شهر تظاهرات کردند. آنان با در دست داشتن پلاکارد‌های خواستار آزادی زندانیان سیاسی و همچنین آزادی کارگران زندانی شدند. این تظاهرات با وجود تهدیدها و اقدام‌های سرکوبگرانه رژیم آخوندی برای ممانعت از برگزاری آن برگزار شد. رژیم آخوندی 2 از مدافعان حقوق کارگری را نیز دستگیر کرد. کارگران اخراجی کارخانه کاغذسازی شوشتر روز پنجشنبه 11 اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر در مقابل این کارخانه تجمع کردند و به اخراج خود از کارخانه اعتراض کردند. رژیم ضد کارگری آخوندی در سقز در استان کردستان در وحشت از تظاهرات مردم به مناسبت روز جهانی کارگر یک حکومت نظامی اعلام نشده در این شهر وضع کرده بود. مدافعان حقوق کارگران از 2 قبل توسط اطلاعات آخوندی احضار و مورد تهدید قرار گرفته بودند. در روز کارگر نیز ماموران اطلاعات آخوندی هر چند سال یک بار این تهدید را تکرار می‌کردند. احسان عبدی دانشجوی رشته عمران دانشگاه رازی کرمانشاه بعد از ظهر روز پنجشنبه 11 اردیبهشت در چهارراه پمپ گازوئیل نزدیک میدان آزادی این شهر خود را با آتش کشید. وی که 21 ساله و اهل شهر نوسود بود، در بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده درگذشت.